سلام، وقت بخیر. با بخش دوم آخر خط بگونه زنده از تلویزیون نور خوش آمدید. معمای بی پاسخ اصلاحات انتخاباتی و انتظار بی پایان مردم. آوردن اصلاحات گسترده انتخاباتی که یکی از موارد مهم توافق شده در توافق نامه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی است، پس از گذشت بیشتر از 7 ماه از عمر این حکومت، ظاهرا به یکی از موارد اختلافی میان رئیس جمهور و رئیس جمهوری مبدل شده است. انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی گذشته در کشور به دلیل سوی مدیریت و دستکاری آرای مردم به طولانی ترین و جنجالی ترین انتخابات در سطح دنیا مبدل شد. پس از آن دو نامزد پیشتاز انتخابات تن به تشکیل دولت وحدت ملی دادند. در توافق نامه که اساس شکلگیری این دولت را تشکیل می دهد، آوردن اصلاحات انتخاباتی یکی از موارد مهم این توافق نامه است. با آنکه چند پیش کمیسیون ویژه برای چگونگی آوردن اصلاحات انتخاباتی ایجاد شد، اما ترکیب و گزینش برخی اعضای کمیسیون هم جنجالی گردید. نمایندگان مجلس هم بارها به برگزاری انتخابات پارلمانی در وقت قانونی آن تاکید کردند. رئیس مجلس نمایندگان به روز دوشنبه همین هفته از رؤسای حکومت وحدت ملی خواست که تاریخ دقیق انتخابات پارلمانی را مشخص کنند. با گفته وی، برگزاری انتخابات پارلمانی حق مردم افغانستان است و حکومت باید به قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی احترام بگذارد. آقای ابراهیمی افزود، هیچ یکی از اعضای مجلس مایل نیست که برخلاف قانون اساسی خود را بالای ملت تحمیل کند و رئیس جمهور باید تاریخ انتخابات پارلمانی را مشخص کند و مردم را از این نگرانی نجات دهد. به اساس حکم قانون اساسی افغانستان، انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت 30 الی 60 روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می‌گردد. با این حال انتخابات پارلمانی آینده بایستی در ماه ثور یا سرطان برگزار شود. در مورد همین موضوع با حضور آقایان زلگه سجاد و سید محمد شریف ناصرزاده، آگاهان امور سیاسی، در این برنامه آخر خط بحث و گفتگو می‌نماییم. مهمانان عزیز، خیلی زیاد خوش آمدید. آقای سجاد، اجازه بدین در نخست با شما شروع کنیم. به هر حال حدود 7 ماه از عمر حکومت وحدت ملی، یا بیشتر از 7 ماه عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد. آنچه که در توافقنامه سیاسی در واقع ذکر شده، یکی از موارد خیلی مهمی توافقنامه آوردن اصلاحات اساسی و بنیادی در نظام انتخاباتی کشور است. 8 ماه از عمر حکومت میگذره، آنچه که باید میکردن در خصوص اصلاحات انتخاباتی آیا واقعا کردن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصلاحات انتخاباتی متاسفانه احساس میده که از بحث انتخابات 93 هم طولانی تر شد هم مشکلاتش، و متاسفانه یکی از چالش های اصلی حکومت وحدت ملی هم تبدیل شده. اصلاحات انتخاباتی که جزی از توافقنامه سیاسی بود و در واقع مهمترین بخشی توافقنامه هم بود، به دلیل از اینکه حکومت وحدت ملی نتیجه یک انتخابات ناکام هست و برای از اینکه ما در آینده شاهد انتقال قدرت به شکل درستش باشیم و دیگه چالش هایی را نداشته باشیم، مهمترین توافقی که صورت گرفتی بود که دو طرف انتخاباتی برای مصلحت های کلان کشوری در اون زمان تصمیم گرفتن که حکومت وحدت ملی را تشکیل بتن، اما به خاطر بهبود آینده ضرورت اصلی و اولین تشخیصی بود که باید نظام انتخاباتی، مدیریت انتخابات در افغانستان در کل تغییر بکنه. از این جهت این یکی از اولویت های اصلی حکومت وحدت ملی هست از ابتدای تشکیلش، که متاسفانه تا اکنون هیچ گونه پیشرفتی ما در این قسمت شاهد نیستیم، جزی که یک کمیسیون نامنهادی ایجاد شد و متاسفانه به خاطر چالش هایی که در از معرفی اعضای از وجود داشت، در رأس از کمیسیون وجود داشت، فعالیتش را آغاز کرده نتانست، تا امروز هم وضعیتش نامعلوم هست. اما اون چی که در مورد اصلاحات انتخاباتی باید توجه شود و حکومت وحدت ملی باید دقت بکنه این است که بعض اولویت هایی که در توافقنامه سیاسی آمده، اصلاحات انتخاباتی به عنوان یکی از اولویت های اصلی که چنانچه در وقت و زمانش انجام نشه، آثار و نتایج بسیار نامطلوب هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ
حقوقی به وجود میاره که حتی ممکن هست که حکومت وحدت ملی را به چالش بزرگی مواجه بسازه. حالا اگر یک بحث های دیگه که در اونجا آمده مثل تصویب قانون ساختار و تشکیل دولت که مرزها مشخص شد و نواحی و حوزه ها مثل از این بحث ها، خب اینا نمیشه جزء اولویت ها باشه، به دلیل اگر اینا انجام هم نشدن حکومت وحدت ملی زیاد به چالش بزرگ مواجه نمیشه. اما اصلاحات انتخاباتی اگر در زمانش انجام نشد که فعلا نشده، چون این دیگه حکومت وحدت ملی را به چالش بزرگ مشروعیت دچار میکنه. یعنی ما اگر قوانین انتخاباتی را اصلاح نکنیم به وقت زمانش، اگر ما آمادگی برای انتخاباتی را که قانون اساسی پیش بینی کرده در بخش های مختلف برگزار نکنیم، تمام قانون اساسی افغانستان زیر سوال خواهد رفت و تمام ساختارهای موجود در حکومت زیر سوال خواهد رفت. بله آقای سجاد، من خیلی معذرت میخوام، عرفتان نقد کردم. به هر حال در حدود 50 یا 51 روز از فرمانی که در خصوص ایجاد کمیسیون برای آوردن اصلاحات انتخاباتی امضا شده بود میگذره. فکر میکنم واقعا چرا در حدود 51 یا 52 روز این کمیسیون نتونسته کارش آغاز بکنه؟ واقعا ریشه مشکل در کجاست از دید شما؟ کمیسیون اولا از او چارچوب هایی که باید در او عمل صورت میگیره و معیارهایی که پیش بینی میشد متاسفانه بر اساس از اون معیارها تشکیل نشد. معیارهایی که وجود داشت، حداقل انتظار می‌رفت که کمیسیون اعضایش حداقل چیزی که با مسائل حقوقی آشنایی داشته باشن، با مسائل فنی و تجربه در انتخابات آشنایی داشته باشن، تجربه کافی داشته باشن و با مسائل فنی هم آگاهی لازم را داشته باشن در امور انتخابات، و همچنان تا حد زیادی باید کسانی که خصوصا در رهبری از کمیسیون میآیند انتظاری بود که کسانی باشن که از شهرت نیکی برخوردار باشن و خیلی وابستگی های سیاسی شدیدی نداشته باشن. از این جهت متاسفانه تمام معیارها در نظر گرفته نشد و کمیسیونی هم که معرفی شد کاملا یک کمیسیونی که انتظاراتی را که بسیار زیاد مردم افغانستان چندین ما داشتن برآورده کردن نمیتونست. من فکر میکنم که خب این یک اصلی ترین چالش بود که ریاست اجرایه قبول نکرد و بر اساس ازمی رد شدن رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و بعضی از معیارهایی که پیشنهاد شد این به بنبست مواجه شد. آقای سجاد، در اون زمان پس از اینکه خانم بارکزای در رأس کمیسیون قرار گرفت، ما شاهد بودیم مخالفت ها و سر صدا های مبنی بر اینکه بالای خانم بارکزای توافق صورت نگرفته بلند شد و در نهایت هم کنارگیری کرد و از او وظیفه کنار رفت. اما پس از او آقای اسپینغر آوردن به عنوان رئیس کمیسیون معرفی کردن، از سوی حکومت هم تایید شد که به عنوان رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی اینا کار خواهند کرد. اما فکر میکنین چرا آقای اسپینغر تا حالا کارش انجام نداده؟ ببینین آقای اسپینغر فکر کنم که به شکل رسمی معرفی نشده تا به هنوز و به می دلیل هم وضعیت نامعلومی را کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پیش رو داره، چون حتی خود برکنار شدن یا رفتن خانم بارکزای هم به شکل رسمی اعلام نشده. از این جهت کمیسیون در یک وضعیت بلا تکلیفی قرار داره و هیچ گونه جلساتی در طوری برگزار کرده نتانست. بسیار تشکر آقای سجاد. آقای ناصرزاده، من میخوایم دیدگاه شما را بشنوم. بر حال رهبران حکومت وحدت ملی هم ارگ ریاست جمهوری و هم ریاست اجرایه تاکید داره که آوردن اصلاحات یک امر خیلی ضروری است و ما متحد هستیم که باید اصلاحات آورده شد. همچنان جامعه جهانی هم سر این مسئله تاکید داره و کمک هایشان پس از این در بحث نظام انتخاباتی مشروط به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی ساختن. اما میبینیم که 8 ماه از عمر حکومت میگذره، با توجه به این که رهبران حکومت وحدت ملی با جامعه جهانی همواره میگن که ما اراده داریم که اصلاحات باید در نظام انتخاباتی آورده شد، 8 ماه گذشته هیچ کار صورت نگرفته، فکر میکنین چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما جناب آقای سجاد و بینندگان گرامی شما، خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه حکومت وحدت ملی در وعده هایی که نسبت به مردم افغانستان در رابطه با اصلاحات انتخابات داده بودند ناکام است. علاوه بر این که در این رابطه ناکام است، در تمام وعده هایی که نسبت به مردم افغانستان در رابطه با
با وجود آوردن یک نظام در رابطه با مبارزه با فساد اداری و به خصوص در ارتباط با اصلاحات کمیسیون انتخاباتی داده بودند، اینا هیچ گونه کار عملی که باعث اعتماد از دست رفته مردم افغانستان نسبت به انتخابات و پروسه انتخابات باشه با وجود نیاوردند. اساساً کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به خاطر از این تشکیل شد که از نواقص های عمده و اساسی را که در اونجا تقلب صورت می گرفت، در اونجا دویت می آمد و در اونجا رأی مردم از صندوق ها بیرون نمی آمدن و بالاخره اساس شد در جهت به وجود آوردن حکومت وحدت ملی که هم برخواسته از امو عدم توانمندی کمیسیون انتخابات در جهت معرفی رأی مردم بود و در این توافقات سیاسی که به وجود آمده بود یکی از اساسی ترین موردش اصلاحات کمیسیون انتخاباتی است. متاسفانه اراده قوی سیاسی نه از جانب دولت افغانستان و نه هم از جانب ریاست اجرایی در جهت تطبیق یک همچین هدفی که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کارشان را آغاز بکنه و نتیجتاً باعث به وجود آمدن یک کمیسیون مستقل با اصلاحات بگرده که در اونجا رأی مردم به صورت تضمینی انتخاب کننده باشه و رأی مردم از صندوق بیرون بیاد، تا هنوز ما شاهدش نیستیم. و این خودش مثلا نشان میده که یک بحران بزرگ سیاسی در درون دولت افغانستان وجود داره که بحران عامل برای وضع بد اقتصادی، عامل برای رشد فزاینده جنگ ها و خشونت ها در اینجا و آنجای افغانستان و استفاده های سویی که مخالفین مسلح در این رابطه میکنه به وجود آورده است. بنابراین آنچه که ما شاهد هستیم تا هنوز متاسفانه یک اراده سیاسی وجود نداره و وقتی از این زمان از هم گذشته و باید کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تا این وقت کارهایشان را تمام میکردن و انتخابات پارلمانی در موعود معینش برگزار میگردید تا تضمین بر صحبت ها و وعده هایی که دولت وحدت ملی داده بود به وجود می آورد. و در مورد اراده صحبت کردین، ما می خواهیم این دمی مورد مشخصا دید شما را بشنویم. هماره رهبران حکومت وحدت ملی تاکید کرده به ویژه رئیس جایه که در واقع بدون آوردن اصلاحات انتخاباتی هیچ نوع انتخاباتی دیگر در افغانستان برگزار نخواهد شد، غیر از او ما وارد فاز دیگه از بحران خواهیم شد. اما شما تاکید میکنید که تا ریاست اجرایی هم چنین اراده ای را نداره. واقعا ریاست اجرایی هم که در واقع مدعاست و ادعا میکنه که این بس خیلی برشان اهمیت دارم، اراده در نظرشون وجود نداره؟ خب ما از زبان ریاست اجرایی دولت اسلامی افغانستان بارها شنیدیم که ما هیچ گونه اختلافاتی با ریاست جمهوری نداریم. در مطبوعات که ظاهر میشن هم نوا و همسو خود را نشان میتن، در همه کارها خود را هم نوا و همسو نشان میتن. اگر واقعا یک نوع همسویی هم نوایی در بین ریاست جمهوری و ریاست اجرایی وجود داره، چی چیز باعث میشه که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کارشان را آغاز نمیکنه و با این واسه فکر میکنین چرا چی سود میبرن از اینکه کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی کارش آغاز نکنه و اصلاحات وارد نشه در نظام انتخاباتی؟ خب اساساً وقتی که اراده در جهت آرای مردم به وجود نیاید، اراده در جهت از اینکه یک کمیسیون مستقل انتخابات به مفهوم واقعی مستقل در رابطه با افغانستان به وجود نیاید، یه عامل میشه در جهت از اینکه ما و شما شاهد بحران‌های پیاپی باشیم. اگر واقعاً ریاست محترم شورای اجرایی نسبت به وعده هایی که داده، تعهداتی که کرده صادق است، باید رو در رو با مردم افغانستان بیایه و چالش هایی که فراروی از این مسئله انتخابات است ایره با مردم در میان بگذاره تا مردم بفهمه که چی کسانی نمیخوان که واقعا کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کارش انجام بده. آقای ناصرزاده بیاین خیلی یک مسئله دیگه هم جواب بدین اینجا. پس از اینکه خانم بارکزای به عنوان رئیس کمیسیون ویژه اصلاح انتخاباتی معرفی شد از سوی ارگ ریاست جمهوری، بعضی ها آمدن تحلیل کردن که به دلیلی که خانم بارکزای در موردش با ریاست اجرایه صحبت نشده بود و بالایشان توافق نشده بود، حلقات درک خواستن با این کار در واقع این مسئله را به بنبست بکشانن و این اصلاحات وارد نشد. چقدر موافق هستید؟ خب این ثبوتی بر حرفای ماست که هنوز در درون از اینا اختلافاتشان پابرجاست، هنوز هم تلاش ها در جهت کمپاین این رئیس تیم و یا آن رئیس تیم وجود داره. توافقات بین از اینا که توافقات سیاسی نام داره روی خاص پاره ها مانده و تا هنوز اینا نتوانسته اختلافات خود را با حل بکنه و بمی علت است که ما بارها شاهد یک همچون کشمکش های هستیم و قربانی از این کشمکش ها مردم مظلوم و ستم دیده است که
که میخواستن به دموکراسی و حکومت مردم سالار رای بدن. بسیار تشکر آقای ناصر زاده. آقای سجاد، آیا واقعا فکر میکنین، شما فکر میکنین که اراده سیاسی در حکومت وحدت ملی وجود نداره، یا یک جنای حکومت وحدت ملی که من قبلا ذکر کردم به یک شکل خاص مسئله را به بنبست بکشانه و جنای دیگه هم در واقع باعث شد که اعتراضاتشان بلند بکنه و این مسئله به بنبست بکشن، یا هر دو جنا طرفدار این نیست که اصلاحات وارد شوه؟ اگر این اصلاحات وارد نشه چی سوده به اونا میرسه؟ اساسا خب نفس حکومت وحدت ملی ایجاب میکنه که تمام فعالیتایی که صورت میگیره مشترک و همسو باشن. این که حالا ما در داخل حکومت وحدت ملی هم یک جناح بندی را بیاییم دوباره باز بکنیم و ادعایی باشه که حالا یک طرف ادعا داشته یک طرف دیگه نمیپذیرفته، خیلی بجا نیست. ما امروز اگر حکومت وحدت ملی در یک رسته موفق میشه، همه حکومت موفق شده، همه موفق شدن. اگر در یک رسته حکومت وحدت ملی ناکام میشه، در واقع ساختاری که اینا تعریف کردن، توافقنامه‌ای را که امضا کردن و فعالیت‌هایی را که دارن در تمام از بخش‌ها اینا باید پاسخگو باشن، ناموفق هستن. فکر میکنید متوجه این مسئله هستن که اگر حکومت وحدت ملی ناکام شوه، در واقع هر دو جنای حکومت وحدت ملی نزد مردم پاسخگو و مقصر هستن؟ من فکر میکنم متاسفانه چون این دیدگاهی هنوز در خود حکومت وحدت ملی هم وجود نداره. هنوز هم در حکومت وحدت ملی دوگانگی وجود داره. ما در واقع حکومت وحدت ملی یک نامی هست که ما بر دوگانگی ها، بر تضاد ها، بر دوگونه رفتارهای سیاسی و عملکردهای مختلف سیاسی ما یک نامی نهادیم که کاملا متضاد با این وضعیت هست، وضعیت موجود در افغانستان است به نام حکومت وحدت ملی. ما متاسفانه باید واضح بگیم که حکومت وحدت ملی در واقع نامی هست که ما بر یک سلسله تضادها گذاشتیم و البته جای بحثش بیشتر خواهد در برنامه دیگه باشه. اما فراموش نکنیم که ناکامی در عرصه اصلاحات انتخاباتی ناکامی یک جنا نیست، یک طرف نیست، ناکامی حکومت وحدت ملی هست. مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی انتظار دارن تا اصلاحات در انتخابات بیارن و دوباره باور و اعتماد از دست رفته مردم افغانستان برگرده به نظام مردم سالاری. اگر چنین وضعیتی با وجود نیاید، پاسخگوی حکومت وحدت ملی هست به عنوان کسانی که آمدن توافق کردن، به عنوان کسانی که آمدن تعهد کردن که میخوان و اراده شان با امضاهایی که پای موافقتنامه کشیدن صراحت اعلان کردند که ما میخواهیم چنین اصلاحاتی در انتخابات بیاید، چنین آرمانهایی داریم برای تحقق آرمانهای مردم افغانستان، چنین تلاشهایی را میکنیم. این وعده هایی که برای مردم افغانستان داده شد، مردم افغانستان از روی این وعده ها میبینند. بس این که حالا یک کسی با مخالفت کردن های زبانی یا یک کسی هم با آوردن یک شخصی در رأس یک کمیسیون اینا را بخوایم که خیلی ما بخوایم بزرگ جلوه بدیم که کار بزرگ شده با مخالفت کردن یا با موافقت کردن، این خیلی بجا نیست. ما اینو از میپذیریم که اصلاحات انتخاباتی در واقع قربانی زدوبندهای سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی شده تا حالا؟ ایده ای جای شکی نیست که متاسفانه این زدوبندهایی که در داخل حکومت وحدت ملی هست نتیجهش ایست که ما تا به امروز هیچ دستاوردی در عرصه توافقنامه سیاسی نداشته باشیم. ما اگر بخوایم لست بکنیم مواردی را که در توافقنامه سیاسی آمده، تا حالا حتی یک مورد هم تحقق پیدا نکرده. ما باید در همون ابتدای فعالیتی که حکومت وحدت ملی کرده بودن، در روزهای ابتدایی باید کمیسیونی در رابطه با تعدیل قانون اساسی که دو سال بعد باید در لجرگان مطرح شود ایجاد میشد. ما چنین کمیسیونی نداریم. اصلاحات انتخاباتی کمیسیونش هنوز با وجود نیامده. قانون تشکیل و ساختار دولت تصویب نشده. اینا وعده‌های ابتدایی بودن در توافقنامه سیاسی، متأسفانه موفق نبوده برای تطبیقش تالی حکومت وحدت ملی. بسیار تشکر آقای سجاد. آقای ناصر زاده، زمانی که اصلاحات انتخاباتی در واقع قربانی زدوبندها و جنجالهای سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی شود، واقعا فکر میکنید مسئله اصلاحات انتخاباتی چگونه خواهد شد؟ سرنوشتش به کجا خواهد رسید؟ خب یک ناکامی بسیار بزرگ به دولت و حکومت وحدت ملی است
که متاسفانه تا به امروز همانطوری که آقای سجاد گفت به هیچ یکی از بندهای توافق شده اینها یک تعهد نسبت به عملی شدن از اون نشان نداده و این خودش مایه یأس و ناامیدی مردم افغانستان نسبت به عملکردهای حکومت وحدت ملی است. اگر شما اطلاع داشته باشین در زمانی که حکومت وحدت ملی در یک بحران انتخاباتی به وجود آمد که اینها توانستن این ای بحران را با حکومت وحدت ملی و با ای که ایالات متحده امریکا در اینجا یک سلسله مداخلت هایی کرد با وجود بیاره، یک سلسله انتظارات مردم افغانستان بالا رفت. یعنی بدین معنا که این حکومت وحدت ملی متشکل از دو جناح قدرتمندی است که هر کدام از اینا رای های خاصی را در مناطق های مختلف افغانستان را داره و به نوعی از آنها همه عذاب و کمپاین های انتخاباتی در درون از اینا حل شده و انتظارات مردم افغانستان از اینا این بود که با توافقاتی که به وجود آمده، حل اختلافاتی که بینشان به وجود آمده، با این توافقات بتوانه پاسخگوی نیازهای مردم افغانستان در رابطه با مسائل اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و غیره و غیره بگردد. یعنی بدین مفهوم که مردم افغانستان این انتظار از اینا داشتن که حالا که اینا هر دو جناح با هم یک جا شده و اپوزیسیون وجود نداره، اینها همه استعدادها و توانمندی‌های خیش را در جهت خلاهایی به وجود میاره که او خلاها از حکومت سابقه در رابطه با افغانستان به وجود آمد. اما متاسفانه در عمل کرده از اینا وقتی ما مشاهده میکنیم هنوز هم دویت در درون از این دو جریان وجود داره، هنوز هم کشمکش ها در ارتباط با گزینش این فرد یا آن فرد در این پست یا آن پست وجود داره، هنوز هم اختلافات وجود داره و تا هنوز که هنوز است هیچ گونه اراده موافق و متحد از جانب حکومت وحدت ملی در رابطه با بندهایی را که یکی از او بندها اصلاحات کمیسیون انتخاباتی است به وجود نیامده. و با این وضعیت فکر میکنید واقعا سرنوشت اصلاحات انتخاباتی چی خواهد شد؟ نه تنها سرنوشت اصلاحات انتخاباتی که سرنوشت آینده افغانستان را به سوی بحران میبره. وقتی ما یک پارلمان منتخب مردمی افغانستان نداشته باشیم، در واقع امی سه قوایی که در رابطه با افغانستان وجود داره، یکی از این قوا غیر فعال میشه، غیر قانونی میشه. وقتی غیر قانونی شوه و انتخابات در اینجا وجود نداشته باشه، اساس خود حکومت وحدت ملی زیر سوال میره، در حالی که اینا اساس خود را نسبت به رأی مردم میدانن و رأی مردم در انتخابات پارلمانی خیلی موثر است و نماینده های مردم باید در پارلمان افغانستان حضور داشته باشه و به این ترتیب ما آهسته آهسته قدم های خیش را به سوی یک حکومت مردم سالار به پیش ببریم. بسیار تشکر آقای ناصرزاده. آقای سجاد، واقعا اگر اصلاحات انتخاباتی وارد نشه و این وضعیت همچنان ادامه پیدا بکنه، ما به طرف بحران روان هستیم؟ هیچ دیگه جای شکی نیست که نه تنها به طرف بحران میریم، اساسا مشروعیت تمام نظام افغانستان زیر سوال میره. بر اساس قانون اساسی ماده 83ش که صراحت داره در اول سرطان سال پنجم وظیفه پارلمان خاتمه پیدا میکنه، ما حدوداً چیزی در حدود 40 روز فاصله نداریم با این تاریخ زمانی. ما روز به روز به طرف از این روان هستیم که یکی از ارکان مهم دولت بعد از 40 روز دیگه غیر قانونی میشه دامش فعالیتش. وقتی شما تصور بکنید وقتی ما پارلمان نداشته باشیم، ممکن هست که حالا یک اصلا راهی مشروعیتی برای ادامه پارلمان بعد از اول سرطان دیگه هیچ راهی وجود نداره. وقتی پارلمان از بین میره، در واقع قوی مقننه دیگه ما نداریم در افغانستان. وقتی قوی مقننه نیست، تمام صلاحیت ها و وظایفی که در قانون اساسی برای قوی مقننه تذکر رفته دیگر او صلاحیت ها و او وظایف معلق میشه و یک قسمت بزرگ از قانون اساسی ما متاسفانه نقض میشه و غیر قابل تطبیق میشه. از این جهت چون به دلیل از اینکه ما پارلمان رو نداریم و تفکیک قوا را که قانون اساسی پیش بینی کرده یک بخش مهمش دیگه بعد از اول سرطان وجود نداره، از این جهت یک بحران مشروعیت ایجاد میشه که من فکر میکنم که پاسخگوی از او هم باید دو نفری که امروز در رأس حکومت وحدت ملی هستن باشن. و من فکر میکنم اعظمی هنوز هم ما در یک زمان اضطراری وارد شدیم در مدت 40 روز، هنوز هم یک فرصتی هست که جلو از این بحران مشروعیت گرفته شود و نگذارن که ما اول سرطان را
با آغاز از بین رفتن مشروعیت نظام در افغانستان داشته باشیم که دیگر قانون اساسی هم بعد از او تطبیق نخواهد شد. آقای سجاد بین به یک مسئله دیگه هم اشاره بکنید. حالا آقای ستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی ادعا کرده که جامعه جهانی کمک‌هایش پس از این به دلیلی که زمان انتخابات پارلمانی معین نشده و کمیسیون انتخاباتی قطع کرده، اما از سوی هم اعضای مجلس نمایندگان آنچه که ما در مقدمه هم گفتم تاکید دارن که انتخابات پارلمانی باید در زمانش برگزار شود، اما جامعه جهانی هم ادعا میکنه که با توجه به کمیسیونایی که وجود داره تا انتخاب برگزار انتخابات پارلمانی رو نمیشه تصور کرد. با این وضع از یک سو پارلمان تاکید داره که انتخابات پارلمانی باید سر وقتش برگزار شود و نمایندگان مردم نمیخواین خود را بالای ملت تحمیل بکنن. جامعه جهانی هم به دلیل از اینکه اصلاحات وارد نشده میگن که نمیشه تا تصور کرد که انتخابات برگزار شود. واقعا تحلیل شما از این وضعیت چی است؟ ببینین انتخابات برگزاریش در وضعیت کنونی دیگه ناممکن هست. محال است که ما بتونیم انتخابات را در چارچوب که قانون اساسی پیش بینی کرده یک یا الی دو ماه قبل از پایان دوره کاری پارلمان ما دیگه برگزار کردن نمیتونیم. یک امر مسلم هست که ما ماده 83 و 84 قانون اساسی را نقض کردیم، نتونستیم. این یک امر مسلم هم است. اما آنچه که بحث هست این است که ما یک زمانی تعیین بکنیم که حتی اگر خلاف قانون اساسی هم هست، مثل که در انتخابات ریاست جمهوری متاسفانه نقض شد قانون اساسی، ما نداشتیم در مهلت زمانی که قانون اساسی پیش بینی کرده بود دور دوم برگزار بکنیم، ما اینجا هم حداقل یک تقسیم اوقات ارائه بکنیم که دو ماه بعد یا سه ماه بعد ما بتونیم این انتخابات برگزار بکنیم. ما وضعیتی را که ما داریم، نه تنها که انتخابات برگزار کردن نمیتونیم در چارچوب زمانی قانون اساسی، حتی معلوم هم نیست که ما با وضعیت پارلمان بعد از اول سرطان چی میخوایم بکنیم. اصلا انتخابات برگزار خواهد شد یا انتخاباتی برگزار نمیشه؟ وضعیت شما پس از اینکه زمان کاری پارلمان خاتمه بیافه، جایگاه حقوقیش قانونیش در کجاست؟ کاملا گفتم مسئله بحران مشروعیت به وجود میاد، چون قانون اساسی یک قسمت بسیار مهمش که مربوط میشه به تفکیک قوا، یک قسمتی که باید پارلمان وجود داشته باشه به خاطر تصویب قوانین، لوایح و مقررات لازم و در برای نظارت از حکومت، یک قسمتی از این دولت وجود نداره دیگه. در یک چنین حالتی کاملا ساختار نظام زیر سوال میره و یک بخش مهمی از تفکیک قوا دیگه وجود نداره و هیچ نوع پیشبینی قانونی موجود نیست که در صورتی که ما در این وضعیت قرار میگیریم صلاحیت های پارلمان توسط کدام نهاد به پیش خواهد رفت، و هر نهادی هم که بخواین با تفسیرهای شخصی، با تفسیرهایی که متاسفانه ما شاهدش هستیم در تاریخ 13 ساله که بعضی وقتها چنین فعالیتای شده، از استر محکمه بعضی تفسیرهای عجیبی بیرون آمده، حتی اگر چنین تفسیرهایی هم بیاید متاسفانه دادن از این صلاحیت‌های پارلمان به هر نهاد دیگه به نحوی دیکتاتوری و نقض صریح مردم سالاری در افغانستان خواهد بود. بله بسیار تشکر آقای سجاد. آقای ناصر زاده اولی، که واقعا شما فکر میکنید که حالا هم فرصت وجود داره به اینکه اصلاحات وارد شود در نظام انتخاباتی کشور و اعتماد مردم دوباره برگردانده شود به بحث دموکراسی و انتخابات؟ در کنار از اون چی که آقای سجاد اشاره کرد، دیگر تا تاریخ معین برگزاری انتخابات پارلمانی فرصت هم باقی نمانده و ناممکن است که انتخابات پارلمانی در زمان معینش برگزار شود و جامعه جهانی هم تا که اصلاحات وارد نشه مطمئنن آنچه که گفتن کمک دهی راستا نمیکنن. واقعا زمانی که یکی از قوای سگانه حکومت افغانستان مشروعیت خود از دست بده، وضعیت چی خواهد شد؟ خب خدمت شما عرض بکنم دهی که در بین 40 روز امکان برگزاری انتخابات نیستی از حرم من الشمس است. اولا خو انتخابات اگر برگزار بشه توسط کی برگزار بشه؟ آیا ما تا هنوز امی کمیسیون انتخاباتی که فعلا وجود داره امی کمیسیون را به رسمیت بشناسیم و بار دیگر اینها را به ایشان اجازه بدیم که انتخابات پارلمانی را در رابطه با افغانستان با او وضعیت ناکامی را که در انتخابات گذشته به وجود آورد و با بو بحران انتخاباتی که به وجود آورد باز هم بر از اینای صلاحیت بتیم؟ خب ممکن نیست که ما باز هم شاهد یک انتخابات
پر از تقلب، پر از دویت، پر از نفاق، پر از کینه و پر از فضایی باشه که امو وحدت ملی را خسدار بسازه. پس بنابراین امکان انتخابات پارلمانی با اصلاحات انتخاباتی در بین یک ماهی که وجود داره هیچ امکان نداره. اما اگر اراده سیاسی در جهت اصلاحات انتخاباتی باشه، میشه ایره مثلا بعد از مدت 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه که اصلاحات انتخاباتی صورت بگیره، افراد کمیسیون انتخابات تعیین شوه و او اصلاحات تضمین در جهت آرای مردم باشه، نقطه های ضعفی که در کمیسیون انتخابات و لایه های کمیسیون انتخابات است او که اونا را به نقطه قوت بر بگردانه و یک نوع اعتماد از بین رفته مردم افغانستان را بار دیگر جلب بکنه و تضمین برزی شود که آرای مردم از صندوق های رای می برایه. در او صورت اگر اراده سیاسی در درون دولت افغانستان وجود داشته باشه، این امکان وجود داره که این مسئله حل شه. اما متاسفانه کار دولت وحدت ملی همیشه وقت در بنبست های دوچار میشه که در اونجا باید حتما مداخلات خارجی صورت بگیره. اگر اینا بین هم توافق نمیکنن، ما شاهدی از این هستیم که آقای جان کریم میاد در اینجا و بین از اینا یک نوع توافقی را به وجود میاره. حالا هم وقتی خط کمک ها در رابطه با کمیسیون انتخابات مطرح میشه، معنا و مفهوم از این حرفی است که خارجی ها به نحوی از آنها به مردم افغانستان میگه که این دولت قادر نیست که مسائلشان را حل بکنه، بنابراین با قطع از این کمک ها شاید اراده در جهت به وجود آوردن یک اصلاحات انتخاباتی به وجود دهد و با این ترتیب این کمیسیون انتخاباتی که فعلا وجود داره و اصرار برای ماندنشان میکنه اینا را هم تحت فشار قرار بده. متاسفانه این هم یک نوع ناکامی دولت وحدت ملی است که نمیتونه مشکلات خیش را حل بکنه، نمیتونه اصلاحات انتخاباتی را به وجود بیاره و با این ترتیب فضا را یک نوع فضای بحرانی میسازه که باید خارجی ها مداخله بکنه و به این ترتیب یک نوع یأس و ناامیدی را در درون دولت مردم افغانستان به وجود بیاره. بله، بسیار تشکر آقای ناصرزاده. آقای سجاد، با توجه به اینکه حالا جامعه جهانی هم کمک‌هایش در خصوص کمیسیون انتخاباتی در واقع قطع کرده، آنچه که آقای سعادت هم عنوان کرد به دلیل از اینکه زمان برگزاری انتخابات پارلمانی معین نشده، واقعا فکر میکنید حالا در بحث اصلاحات انتخاباتی هم پای خارجی ها دخیل خواهد شد و یکی کمک هایشان قطع کرده در واقع به یک نحو فشار است میخواین فشار بیارن بالای رهبران حکومت وحدت ملی که مسئله اصلاحات انتخاباتی رو جدی بگیرین؟ ببینین، موجودیت کمیسیون های انتخاباتی در شرایط کنونی از دیدگاه من هیچ گونه اهمیتی نداره. کمیسیون هایی که روزانه شاید به صدها هزار افغانی مصارفشان میشه فعلا کاملا به شکل سکون و ثابت و غیر فعال موجود هستند و وقتی زیادی متاسفانه بدون از اینکه فعالیت مشخصی داشته باشند در اینجا در این دو تا کمیسیون ماش دریافت میکنن، در حالی که نه مشخص است که ما انتخابات چی زمانی داریم، نه معلوم هست که ما کم تقسیم اوقاتی و کدام هدف خاصی برای اینا داشته باشیم. از این جهت موجودیت یا عدم موجودیت کمیسیون ها یک بحث کاملا مشخصی است و با این واسط قطع کمک های جامعه جهانی را هم به ای که ماشان نپرداخته شوه فکر میکنین کار درست است؟ هیچ گونه تأثیر نداره. حالا شما ما فرض بکنیم که همین حالا تمام اعضای کمیسیون برن خانه خود بنشینن، چی اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. آنچه که بحث است این است که ما باید مشخص بکنیم که انتخابات برگزار میکنیم، این بحث مهم هست. جامعه جهانی هم میخواد بدانه که در افغانستان انتخابات برگزار خواهد شد یا انتخابات برگزار نخواهد شد. جامعه جهانی بیا ماش بپردازه، مصارف روزانه دو تا کمیسیونی را متقبل شود که سرنوشتشان معلوم نیست. معلوم نیست که واقعا اینا برگزار کننده انتخابات خود بودن یا کسان دیگه آمدن میخوان که انتخابات برگزار بکنن. در چنین وضعیتی تمویل بودجوی چنین کمیسیون های کاملا یک عمل فکر میکنم که غیر معقول هست. از این جهت موجودیت کمیسیون ها خیلی جای بحث نیست که حالا ما فکر کنیم اگر کمیسیون ها منحل شوند فعلا یا ماششان بودجهشان پرداخت نشه ما با کدام بحران مواجه میشیم، این چنین نیست. اصل مسئله این است که ما باید مورد اصلاحات انتخاباتی آنچه که وعده داده شده توافق شده روی ازو او را تاکید بکنیم که اصلاحات انتخاباتی به وجود بیاید و بعد از اصلاحات انتخاباتی چنانچه توافق میشه که همینا با این وضعیت ادامه بدن
خب اون زمان باز میشه که ما بحث از این بکنیم که بودجهشان از کجا تامین شود و اشخاص از کجا بیان چگونه معرفی شوند. اما این که حالا یک بودجه قطع شده و یک چند نفر میرن خانه نشین میشن که حالا موجودیتشان هم خیلی موثر نیست، ما فهمی کنم چیزی رو معزز نمیدیم. تشکر آقای سجاد. آقای ناصرزاده، ولی که واقعا شما فکر میکنین چرا رهبران حکومت وحدت ملی نمیان با مردم نمیگن که قرار است انتخابات پارلمانی یک کشور برگزار شوه یا نه؟ اگر برگزار میشه در کدام تاریخ برگزار میشه که مردم هم بفهمن که در فلان تاریخ انتخابات پارلمانی برگزار میشه، اعضای مجلس نمایندگان هم بفهمن که قرار است انتخابات در راه است. یک مسئله، مسئله دوم دیگه ای که واقعا فکر میکنید در اش ما حکومت وحدت ملی نتونست مسئله اصلاحات انتخاباتی را بهش نقطه پایان بگذاره، بار دیگر در مسئله انتخابات اصلاحات انتخاباتی هم پای خارجی ها دخیل خواهد شد و بحث قطع کمک ها در خصوص انتخابات در واقع فشار است از سوی خارجی ها و جامعه جهانی مبنی بر اینکه شما اصلاحات انتخاباتی رو جدی بگیرید؟ خب اولا خدمت شما عرض بکنم که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی جزء لاینفک انتخابات است. یعنی ما در قانون اساسی خیش کمیسیون در قانون انتخابات خیش یک کمیسیونی به نام کمیسیون انتخابات داریم و یک کمیسیونی در کمیسیون شکایات انتخاباتی که متاسفانه در اثر ندانم کاری های از اینها انتخابات به بحران رفت و به علت است که ما میخواهیم اصلاحاتی را در درون از این به وجود بیاریم. در درون از این کمیسیون ها صدها نفر کار میکنه، کارگری هستند که در اونجا از این طریق معاش میگیرن. اگر ما اینطور وانمود بکنیم که با از بین رفتن از اینها هیچ چیزی تکان نمیخوره، حداقل کسانی که در اونجا کار میکنه و صادقانه در این رابطه کار کرده و قربانی ندانم کاری های از اون رهبرانشان شده، اینا ضربه بسیار اساسی را میخوره. جز دوم دیگه ای است که ما اصلاحات انتخاباتی را به خاطر همین کمیسیون به وجود میاریم که ای جایگزین او اصلاحات جایگزین از این کمیسیون شوه و به این ترتیب و خلایی را که ناشی از عدم رهبری درست از اینا در جهت بیرون کردن رأی مردم بود، اونا دوباره بیرون بشه. و به همین علت است وقتی که قطع کمک ها در اینجا صورت میگیره، این به مفهوم عزیز که دولت افغانستان یک بودجه بسیار بزرگی را که نیروهای بین المللی در رابطه با انتخابات و کمیسیون انتخابات میکرد، این را در واقع از دست میده و حداقل یک تعداد صدها نفر بدون معاش میشه که خودش هم یک پرابلم بیکاری را به وجود میاره و در عین حال در درونی از اینها نیروهای با تجربه هست که در مدت های طولانی تجربه های خوب و اساسی را در رابطه و این مسئله مسئول خارجا فکر میکنه واقعا به یک نحو فشار از بالای حکومت. خب واضح و آشکار است وقتی کمک قطع میکنه، معنا و مفهوم چیست که ما چون دیگه کمیسیون هیچ گونه کاری نیست، فعالیتی نیست، بنابراین ما قطع میکنیم. بسیار تشکر آقای سجاد. خیلی کوتاه شروع بکنین اصلاحات را که قرار است به وجود بیاید در کمیسیون های به وجود خواهد آمد که شما میگین بودن یا نبودن زیاد اهمیت نداره. خیلی کوتاه ببینین اصلاحات ضروری است که در کمیسیون ها به وجود بیاید. یعنی ما یک قسمت از مشکل در قانون داریم که باید اصلاح شوه، یک مشکل در قسمت نو نظام انتخاباتی است که باید اصلاح شوه. مهمتر از همه است که ما چگونه بتانیم یک میکانیزمی تعریف بکنیم که اشخاص بی‌طرف و اشخاص کارآمد و کسانی که با تعهد بیشتر نسبت به مردم سالاری در افغانستان، نسبت به آوردن یک نظام سیاسی باثبات داشته باشن، اونا را تعیین بکنیم. این جز اولویت ها هست. سه تا بس: اصلاح مدیریت انتخابات، اصلاح نظام انتخابات و اصلاح قوانین انتخابات اولویت هایی هستند که باید اصلاحات انتخاباتی در نظر گرفته شود. آقای انزلگای سجاد و سید محمد شریف ناصرزاده آگاهان سیاسی، خیلی ممنون که تشریف آوردید. همچنان سپاس شما که تا حالا بیننده آخر خط بودید. تا فرصت بعد خدا نگهدار. بسیار تشکر.